سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد. شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می ملاقات فعال مدنی ساکن شهرستان سراب است به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزش در یک دهه گذشته هشت بار بازداشت و زندانی شده فعالیت های مدنی که هیچ کدام سیاسی نبود است سهند معالی سی و چهار سال دارد و فارغ تحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کاردانی است ورزشکاری که به مسائل اجتماعی علاقه مند است از مشقتهای اقتصادی مردم کشورش رنج میبرد و مشکلات جوانان از دقدقه های روزمره اوست. دیگر فعالیت های او دفاع از حقوق اقلیت ها و حمایت از خواندن و نوشتن به زبان مادری است. سهند معالی به خاطر این فعالیت ها تیه سالهای گذشته در سه پرونده جداگانه به تحمل زندان محکوم شده با اتهام های مشابه و مصادیقی که در همه پرونده ها کم و بیش یکسان بوده. حضور در تجمعات مسالمت آمیز و دعوت برای شرکت در آنها، پخش اعلامیه هایی در مورد حقوق اقلیت ها، دیوار نویسی و پخش کتاب به زبان مادری، کتاب هایی که مجوز انتشار داشتند. او در این پرونده ها به تبلیغ علیه نظام متهم شد و جمعا محکوم به دو سال و ده ماه زندان در دادگاه انقلاب سراب و با تایید دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی. سهند معالی اردی بهشت سال 98 بازداشت و برای تحمل حبس خود به زندان سراب انتقال یافت. او نهایتا اواخر بهمن ماه همان سال با پایان محکومیتش آزاد شد. اما در این ده ماه حبس برایش پرونده دیگر به اتهام درگیری و تمرد از دستور معمورین تشکیل شد و محکوم به یک سال زندان و 17 میلیون تومان جریمه نقدی. با تشکیل این پرونده جدید، آزادی این فعال مدنی تنها حدود چهار ماه دوام داشت. او بار دیگر در تاریخ دهم تیر ماه امسال در محل کار خود بازداشت شد و برای گذراندن جدیدترین محکومیت یک سالش به زندان سراب انتقال یافت. سهند معالی از پنج ماه پیش روزهای کشدار و شبهای طولانی حبس را در زندان سراب می گزراند. او در پی بروز علائم بیماری کووید 19 موقتا به مرخصی اعزام شده اما با پایان این مرخصی باید به زندان بازگردد زندان تراکم سراب که نه اصل تفکیک جرایم در آن رعایت می شود نه دستورالعملهای بهداشتی مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا